رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خوب هستین آقای دکتر هداکویی؟ خیلی خوشحال هستم که صداتون رو میشنوم. منم من همینطور هستم. من حدودا 6 ساله که با شما آشنا شدم و از 5 سال پیش که پدرمو از دست دادم خیلی خیلی دچار افسردگی شدم و نمیتونستم به زندگیم دیگه به صورت نرمال ادامه بدم. نه نفهمم چرا. شما چند سال صبر کنید، شما چند سالتون عزیز؟ آی دکتر من 34 سالمه. چرا مرگ پدر نه چرا باید فوت پدر شما رو یه دفعه اینجوری به هم بریزه که نتونید به زندگی ادامه بدید؟ خیلی مدت کوتاهی بود، یعنی شاید بگم حدودا 6 ماه منو درگیر خودش کرد، ولی چون به شدت به پدرم متاسفانه وابسته بودم، یعنی مادرم از دوران کودکی من یه جورایی منو بیشتر به پدرم عادت داده بود. ما خیلی به هم دیگه مثل دوست بودیم، یعنی متاسفانه هم مثل نقش دوست منو داشت، هم گاهی اوقات مثل خیلی به هم نزدیک بودیم. بعد آخه چون شما یعنی میفرمایید، میخوام عرض کنم، میخوام بگم آخه اسم این محبت و عشق نیست، یعنی اینا چیزای خطرناک بدی هن. چرا من عرض میکنم دو تا مشکل ما داریم وابستگی، برای که این وابستگی ها درست نیست. بچه ها بین 8 تا 12 سالگی باید به دو تا نتیجه برسن: یک، بدون پدر مادرم زنده هم. دو، بدون پدر مادرم خوشحالم و از زندگی لذت میبرم. و این ماجرا رو یک بار برای همیشه تموم کنن، اینکه شما بمونید تا سالهای سال که بعد با فوت ایشون اصلا به هم بریزید. خب اینا بعدم اگر همینجا تمام میشد که مسئله نبود عزیز، با خودش گرفتاری های دیگه هم داره. خیلی تنها شدم آقای دکتر، چون یعنی مادرم مثلا از کودکی مثلا اجازه، یعنی خیلی دوست اجازه دوستی به من نمیداد. مثلا چه بود خب مادرتون هم بیمار بوده؟ بله. بله یعنی دامنه دوستی کوتاهی داشتم، کمی داشتم، خیلی کم، شاید اصلا هیچ دوستی نداشتم. بعد یک هو بعد از اینکه پدرم از دست دادم، ایشون 3 سال بیمار بودن، یعنی یه جورایی داشتم کم کم تو اون 3 سال فرصت داشتم که خودم رو آماده کنم برای یه تنهایی خیلی بزرگ، یه جورایی تازه خیلی کم آماده عزیز من بودن. عزیز من آخه رو خط رادیو هستی قربونت. اولا تنهایی بزرگ یعنی چی؟ مگر ما تو این دنیا اومدیم وسط 7 میلیارد خورده جمعیت، یه دونه پدر از اون رفت ما دیگه تنها میشیم؟ یا مادر رفت تنها میشیم؟ تنهایی یعنی چی؟ تنهایی در تحلیل نهاییش یعنی من بدم، تو بدی، همه زندگی بده، رابطه بده، بنابراین من تنها، اصلا کسی نیست. یکی هم خودم رو درست کردم، بهش معتاد کردم مثل یه هروئینی. جدایی هست بعد من از به خاطر فوت پدرم یا مادرم جدا میشیم مثلا، ولی تنها که نمیشه. بعدم برای تنهایی بزرگ، خب عزیزم یه پدر بیمار داشتید که شما رو به خودش چسبونه، یه مادر بیمار داشتید شما رو به خودتون چسبونه و شما رو هم بیمار کردند. ولی متاسفانه در یه جامعه مانند ایران که وابستگی و مهربانی مشکل بزرگ ماست، اصلا الان برای پدر و مادر شما یا برای پدر و شما دست میزنن که وای چه دختری که اینقدر به پدرش. نه، اینا بیماریه، اینا سلامتی نیست. رابطه پدر و مادر مشخص میز، رابطه کارمند با همکارش، با راننده است با اتومبیل یا با بقیه رانندگان. آدم که نمیتونه وقتی سوار اتومبیله همه رو بغل کنه ببوسه، ما هر دو تا توی جاده ایم. یعنی علت که نرز میکنم، بلکه متوجه هستم چی میخواید بفرمایید، حالا در این حالم معلومه که لطفی به من دارید، ولی عزیز دل ما تو دنیایی هستیم که مستقل و آزادیم و استقلال و آزادیمون در این است که هم خودمون رو خوب میدونیم، هم دیگران رو، هم رابطه رو، و هم کوشش کنیم دوستی پیدا کنیم. برای پدر و مادر شما یا مادر شما اصلا قبول میکنم در کودکی به دلیل نادانی و خودخواهی و اضطراب و کنترل و بیماریشون شما رو منع شد. همین قطعی یه ذره آزادی پیدا کردین، شما قرار بوده به خودتون برسید، شما که قرار نیست اون زندگی رو همینجوری ادامه بدید. حالا بیاد از اون بگذاریم، شما الان کجا هستید عزیز؟ از کجا تلفن میکنید؟ آقای دکتر یکی از که اروپا هستم، دارم تو مقطع دکترا درسم رو ادامه میدم. چه مدتی است که اروپا هستید عزیز؟ حدودا 5 سال و خورده ای میشه. اوکی، و شما چند تا خواهر برادر هستید؟ یه برادر بزرگتر از خودم دارم. چند سال بزرگتر؟ 1 سال. خب اونم بوده رقابت. برادرم هم خیلی وقته که ندیدم، یعنی حدود 3 سال میشه که ندیدمش. برادر کجا هسته؟ یه کشور دیگه زندگی میکنن که دور از من. تو اروپا نیستن ایشون؟ هستن، ولی خب آخه تو اروپا که دیدار اصلا کار مشکلی نیست.
نه ولی هر نمیتونم، یعنی هر بار که بهش گفتم که هم دیگر رو ببینیم گفته که شرایطش رو فعلا ندارم. بعد کرونا هم که یه مدت موقعی که اون میتونست کرونا محدودیت هایی گذاشته بودن به خاطر کارش نمیتونست جا به جا بشه. حالا شما منو دنبال بهانه میگید. ببینید خانواده شما چه کردن؟ حتی خواهر برادری با این فاصله سنی کم رو که برای هم میتونید بهترین دوست و یار و همراه هم باشید و بهترین فرصت ها رو برای رشد به هم دیگه بدید، حتی در حالی که در اروپا هستید و همه این حرفا رو میدونم، ولی مردم امروز برای کارهای ساده یا برای دیدار یه دوست خیلی کم اهمیتی پامشن از این کشور به اون کشور در اروپا میره، اونم با توجه به مسائلی درباره اتحادیه اروپا هست. حالا از اون بیاد بگذریم و حالا فراموش کنید تمام اون حرفایی رو که با هم زدیم، به من بفرمایید که برای چی لطف کردی تلفن کردی و لطف کنید یه کمی هم نزدیک گوشی باشی، صداتون خیلی آهسته. بله بله الان خوبه؟ الان بهتر شد، ممنونم. سوال اصلی این بودش که من اینجا خب نمیدونم حالا شما اسمشو تنهایی میگید نیست، نمیتونم که یه نفر رو به عنوان دوست پسر یا یه همراه کنار خودم میتونم باشم. میتونم نگهتون دارم همینجا عزیز. بله ببینید بله. ببینید لغاتی که چرا توانستنی من به شما بگم قدتون رو 2 سانتی متر بلند کنید میفرمایید نمیتونم، برای بهتون گفتم از رو صندلی بلند شد خب میشه. چرا نمیتونید دوست پسر پیدا کنید؟ یعنی چی؟ توانستنی نیست، نخواستنه. برای دوست پسر در اروپا که شما انتخاب میکنید، چه ایرانی چه غیر ایرانی، اگر میخواید انتخاب کنید، چه ضرری چه خطری چه دردی چه رنجی رو برای شما به وجود میاره؟ خب منظورم اینه که اون حس آرامش رو از اکثرشون نمیگیرم، یعنی اونا آرامش برای چی باید از اونا بگیرن؟ نه حالا نه اصلا یعنی احساس نه خوبی چرا آرامش ندارم عزیزم، اونا قرار نیست به شما آرامش بده. مثل من بگم من رفتم مغازه خرید بکنم اینا به من آرامش نمیده. آرامش برای چی باید به شما بده؟ آرام شما آرامید آرامید عزیزم، من یه آدمی هستم که دور برم نگاه میکنم، یه چیزی که در دردآور رنجآور ضرر خطر منو اذیت میکنه. ای دردی نیست، رنجی نیست، ضرر نیست، خطری نیست، من فعلا چرا آرامش نداشته باشم؟ بعدم یه آدمی اومده با من، رفتید فرض کنید شما توی رستوران نشستید با هم حرف میزنید، یا رفتید یه جای کافی شاپی نشستید قهوه چای هر چی میخورید حرف میزنید، ممکنه من بگید چرا اونا باید به شما آرامش بدن؟ آخه یه آدم تحصیل کرده که چند سالی است تو اروپا با درجه دکترا انتظار داره انسانهای دیگه به او آرامش بدن. من چه انتظاری؟ من میرم توی مهمونی منتظرم مثلا 10 نفر یا 50 نفر اونجا هستن به من آرامش بدن، من آروم هستم. آخه خطری نیست، ضرری نیست، دردی نیست، رنجی نیست، مرگی نیست. یعنی شما میفهمین که حتی اگه ازشون خوشم هم نیاد به اون رابطه باهاشون ادامه بدن؟ شما میشه برید کلاس اول ابتدای میشه برید کلاس اول ابتدای بشید؟ به خدا دلم میخواد، خوشحالم نزدیک من نیستی و الان کتک خورده بودی. آخه خانم دکتر قربون تو، مگر آدم قرار از کسی که بدش میاد اصلا نگاش کنه؟ خب معلوم است کسی که بده تو میاد اصلا مهر سگم بهش نگذارید. من که همچه حرف نزدم، معرفم این است که شما از یکی خوشتون میاد اون از شما خوشش میاد، ولی من گفتم همینجوری بید از یکی که بدتون هم میاد بگذارید. خب مشکلی اصلا از که ازشون خوشم نمیاد آقای دکتر. خب پس از هیچ پس عیب داری از این؟ از یه نفر از بین اون 10 نفر خوشم میاد که خب حالا اونم هر مثلا که اونم مثلا به یه مشکل میخوره از هم جدا میشین و من اصلا باورم نمیشه. 10 نفر دیگه اونم اصلا باور عزیز من چی کار دارید میکنی قربونه؟ باور کن باور کن، یک دختره به سن و سال تو که در بیابان دنبال گاو و گوسفنده، الفبا رو هم نمیشناسه، خوندن و نوشتن هم بلد نیست، اصلا همچی حرفایی نمیزنه. که شما یک اگر از یک کسی خوشتون میاد و فکر کنید در حدیست که به هم میخورید، درست بس که شما میخواید شیر و لبنیات بخرید، یه مغازه میرید کفش بخرید، یه مغازه اگه به نظرتون عادی میاد خب هم نزدیک میشه در حدی که هیچ ضرر و خطری هم نداری. بعدم اگر خوشتون نیومد میرید دنبال کارتون، بعدم به خاطر یه حادثه یه کوچک، حالا هرچی از یه اختلاف نظر یا تفاوتی که آدم یه رابطه ای رو تموم نمیکنه، آدم با خودش اختلاف داره،
من هزار بار به خودم گفتم چرا این حرف رو زدی، چرا اون حرف رو نزدی، چرا این کار کردی، چرا اون کار نکردی. بسیار پشیمونم از خیلی از کارهایی که کردم، ولی خودم رو که نکشتم. ما یه موجودات ناقصی هستیم و همیشه هم ناقص میمونیم. تلاش میکنیم که در این شرایط این موجود ناقص همه گونه کاری بکنیم که اولا برای خودمون که درستش هم اینه، بعدم به دیگران آسیبی نرسونیم، آزاری نرسونیم، دیگری رو رنج ندیم. بله، به طبیعت یه چیزایی رو برگشته به من شما گفته. طبیعت آمده گفته عسل که بخوری شیرینه، یه چیزی که تلخه، یه میوه گندیده بده. شما اگر به عنوان یه دختر در ارتباط با انسان که همه گونه کل وجودتون بیش از همه نیروی کشش و جذب و جاذبه و میل به بودن و همراهی و یاری با یه مردی هست، وجود شما به صورت طبیعی اینو میگه. مگر اینکه شما فکر کنید مثلا مردان مارن یا شیرن یا پلنگن، آدمو میدرن، یه ذره همچین گاردی گرفتید، چه در جهت ارتباط با بچه های همسن و سالتون، دختر خانم های همسن و سالتون یا نزدیک خودتون، چه ارتباط با مردان. آخه این چه نگاهی است که شما که دارم تحصیل کرده هستید فکر نمی کنید اصلا واقع بینانه نیست؟ شما هزار تا صد تا پسر و دختر می بینید هیچ مشکلی برای دوستی رابطه ندارن، حتی توی دانشگاهی که بودید یا محیط کاری که میکنید می کسی با کسی دوست میشه، میرن با هم نهاری میخورن، شام میخورن، با هم حرف میزنن، گردشی میرن، سینمایی میرن. هیچ طورشون هم نمیشه اگر از هر کدومشون بپرسید، وحشتناکه، خطرناکه، در حال مرگی، دست داره قطع میشه، پات قطع میشه، حتما بهتون نگاه میکنن که تو داری چی میگی. آب شما چرا واقع بینانه به موضوع نگاه نمیکنید؟ چرا فرض رو بر این گرفتید که یه فرض کنید پروانه یه کوچکی این میتونه الان بیاد شما رو ببله؟ چرا مثل این فیلم های تخیلی که دفعه نمیدونم یه موجود کوچکی، یه حشره‌ای 10,000 100,000 برابر میشه و میاد آدم ها رو میخوره، شما دنیا رو اینگونه میبینی عزیز؟ اونم یه دختر باهوش تحصیل کرده اصلا کاملا پیداست، ولی اصلا این بیراهه از کجا اومده؟ همین الان قبل از اینکه بریم پیامار بشه این برگیم صحبت، 100% شما احتیاج به این دارید که از راه دور یا نزدیک با یه خانم روانشناسی همین مسائل عادی معمولی، اصلا قرار نیست که برن بخواد مشکلات شما رو حل کنن، با هم صحبت کنید، برای که همینقدر که چراغ روشن کنن شما میتونید ببینید این توانش رو دارید. ولی من اصلا همجوری واقعا متعجب بودم اگر یه نویسنده ای یه همچین کتابی، یعنی داستان شما رو مینوشت، بهش میگفتم حرفی به این غلطی و بدی و بیمعنی و دور از واقعیت و برای چی میخوایی با صورت کتاب در بیاری؟ ولی شما دارید دقیقا اینا رو به من میگید و راهاش هم نمی کنید عزیز. یعنی اینقدر براتون واقعی و درسته؟ یعنی شما من بگید اصلا با یه آقای دوست شدید ای خوشتون میاد، بعدم اینا نشون دهنده خیلی چیزاست. ای بسا اصلا شما به دلیل ارتباطی که با پدر داشتید تمام زمینهای جنسی شما از بین برده. یعنی شما به عنوان یه زن و یا هر کس به عنوان یه مرد اون احساس و حال و تمایل و علاقه رو و یا اون حس رو نسبت به جنس مخالف ندارید. ای بسا اصلا شما هم جنسگرا باشید. ای بسا شما رابطه جنسی رو یه چیز کثیف لجن بدی بدونید که باید ازش گریخت، یه چیز حیوانی شهوانی بدونید که اصلا شأن انسان نیست. ای بسا شما اصلا یه نگاهی دارید که آدمای بهتون نزدیک شدن ممکنه شما رو مسموم کنن، نابود کنن، آتیش بزنن. من اصلا نمیفهمم عزیز. بذارید پیام رو بشنویم برگردیم، لطف کنید اگه دلتون میخواد به من بگید شما نظرتون راجع به انسان چیه؟ یعنی این آدمایی که دور برتون هستن، دانشجوهایی که با هم کلاس بودید، استادانی که داشتید، الان محیطی که کار میکنید، جایگاهی که دارید، این آدما رو چی میبینید؟ یه موجودات وحشتناکی که به دنبال یه فرصت هستن که شما رو نابود کنن. آخه این چه جوری تا چه بلایی سر شما آوردن؟ و این وحشت شما از انسان‌ها از کجا میاد؟ اون مادر بیمارتون که شما رو دور کرده و بعد اون پدری که شما بهش چسبیدید و فکر کردید اسم این محبت و علاقه است، و اون پدری که در ارتباط با مادرتون معلوم روابط بیمارگونه غلطی داشته، شما یه آدمی از در من میمونید که گرفتار یه 20 تا ماشین اومدن از روش رد شدن رفتن. یعنی اصلا له و لورده روی
اسفالت خیابون افتاده، ای یه جایی بدنش هم سالم بوده از تصادف، اول دومی اومده. یعنی فعلا از یه نظرم، از نظر علمی، از نظر توانایی های هوشی و عقلی و در کار خودتون یه تخصصی، یعنی واقعا مجبورم بهتون بگم مثل یه موجود ناقص الخلقه، یه سر بزرگی دارید به اندازه یه انسان، ولی دست و پای شما اصلا معلوم نیست مال بچه 4 ماه هست یا 2 ساله است و اصلا چه شکل و فرمی داره. برای که خیلی برای من عجیب از این حرفای شما. باورم کنید اگر به من میگفتید من بابا بار بلد نیستم بخونم یا بنویسم، تازه تعجب میکردم که شما چرا اینجوری به دنیا نگاه میکنید. ولی این چه نگاهی است به دنیا؟ چی ساخته؟ مادر شما کی بوده؟ او باورش چی بوده؟ چرا شما رو از مردم دور میکرده؟ به شما میگفته ای برید با دوست دخترتون 4 ساله یا 8 ساله یا 10 ساله خونه اونا یا اون دامن خونه شما، چه اتفاق بدی میفته که شما رو از همه دور کرده؟ پدر برای شما کی بوده؟ پدر یه همچین تحفه‌ای به اسم مادر رو برای چی برای شما نگه داشته اگر او هم مثل اون بیمار گرفتار نبوده؟ یعنی میخوام بدونید من کجا آمدم و بنابراین لطف کنید پیاماری که شنیدید برگردیم هر جور که شما دلتون میخواد گفتگو ادامه بدید، ولی من دلم میخواد حتی بشنوم که مثلا مادر شما چی میگفت در مورد رابطه، یا پدر شما بعدا حرفای مادر رو چگونه توجیه میکرد، و شما تو زندگی غیر از درس خوندن اصلا قرار بود کار دیگه ای بکنید یا نه؟ سلام مجدد آقای دکتر. سلام عزیز، من فقط چون ممکنه عده‌ای تازه روی خط آمده باشن، بله. شما فرمودید که 34 سالتونه، یه برادری از خودتون یه سال بزرگتر دارید، 5 سالی است که در اروپا هستید و برای دوره دکتراتون که البته نمیدونم تمام کردید یا نه آمدید، و وابستگی سنگین و شدیدی به پدر داشتید که بعد از فوت ایشون به هم ریختید، و بعدم در جهت ایجاد رابطه به خاطر مخالفت مادر حتی با بچه های دخترای همسن و سالتون مسئله داشتید، و حالا یه مقداری در جهت ایجاد ارتباط با افراد با مسئله و مشکل روبرو هستید. این کلیاتی بود که در حقیقت با هم صحبت کردیم. حالا هر جور که دلتون میخواد گفتگو رو لطفا ادامه بدید. بله آقای دکتر، من در حقیقت سوال اصلی اینه که من میتونم در نهایت با یه آقایی به یه ارتباط درست و کامل برسم، چون مثلا یه خلاصه ای از روابط 3 ساله گذشتم اگه خدمتتون بگم. بذار اول من یه جوابی به شما بدم، آخه شما یه شرطی توش میگذارید درست و کامل، آخه یعنی درست شما میتونید مثل هر آدم دیگه تشبه رستوران این غذا رو بخورید خوشتون بیاد بدتون بیاد، از رفع دیگه اون غذا رو اصلا دیگه سفارش ندید، یه رستوران دیگه برید. یعنی اصلا این چه پرسشی عزیز؟ یعنی شما فکر میکنید، شما به من میگید که اگر از نظر روانی میگید خیلی آسیب دیدید، برای که این نگاه ها باید عوض بشه. ببینید مسئله این نیست که نفی، مثل اینی که شما برگردید بگید من مثلا مهندسی نخوندم، دکترا ندارم، آیا شما فکر میکنید میتونم به یه جایی برم یه روز به عنوان یه مهندس کار بکنم؟ خب معلومه نه، برای که مسئله شمایید. حالا اگه دلتون میخواد راجع به روابط صحبت نکنید، شما اول من بگید، من میخوام ببینم مادر و پدر استدلالشون برای روابط شما و این چسبندگی و دوختگی شما به پدر از کجا بوده، و برادر آقای دکتر جمله معروفی که مادرم همیشه میگفت که دوست پسر تو پدرته، یعنی خیلی غیر مستقیم گاهنی به من میگفت، یا مثلا گفت گاهن پدرم رو به شوخی یا تو همون به اسم دوست پسر از، یعنی گفتش که شما تو تا زمانی که پدرت هست یه دختری که پدرش همه جور کنارش و محبت پدری میبینه نیازی به دوست پسر نداره. خب آخه ممکنه شما سب کنید، شما که در ایران تحصیلاتی دارید دانشگاه رفتید، یه چنین حرف غلط بیمعنی ابلهانه ای برای شما قابل قبول بود که شما بر مبنای اون عمل کنید؟ نه ولی فکر میکنم نشون میده که تأثیری داشته آقای دکتر، یعنی من برای روابطم احساس میکنم که 100% نمیتونستم تلاش خودم رو بذارم، از خودم رو به صورت کامل بذارم توی اون رابطه. آخه دلیل تلاش احتیاج نبود، آخه حرف مادر عزیز من، مادر اگر بگه تمام آدم ها شاخ دارن شما برید بیرون ببینید هیچ کس شاخ نداره، شما باید بگید بالاخره روی من اثر گذاشته. برای شما نمیفهمید که مادر شما اینقدر نادانه و حرف بی خود میزنه
برای که شما هزار تا دلیل و علامت از کتاب، فیلم، تلویزیون، دوستانتون، داستانها میشنیدید که همه اینا غیر از اینه. من میخوام ببینم آخه مادر چرا باید همچه اثری رو شما پدر در مقابل این حرف نامربوط مادر چی میگفت؟ خودشون من فکر میکنم به خاطر شرایط زندگی ایران یه جورایی میخواستن پیشگیری کنن از اینکه یه وقت تو درد سر با دوست سر داشتن من نیفتن. احساس میکنم که اینجوری آخه شما که در ارتباط با بچه های همسن و سالتون دختران مسئله داشتید. خب دختران گفتن اعتماد نمی کردن که من مثلا جشن تولدی چیزی خب بودم. مادر شما بیمار بوده یا شخصیتش یه شخصیت بیمار داشته. حالا به من بگید تو خانواده مادریتون چه خانواده پدرش و مادر بیماری روانی مشکل روانی بوده؟ خب من نگران هستم که کسی اینجوری خانواده مادریم افسردگی دارن، یعنی زن تشخیصی افسردگی براشون یکی دوتاشون گذاشتن آقای دکتر. غیر از افسردگی چی؟ پدر بزرگم مادریم نمیدونم دمنز سالخوردگی داشتن. خب علائمشون فکر میکنم از مثلا 70 سالگی شروع شده که خشونت خیلی زیادی داشتن ایشون متاسفانه. یعنی اون چیزی که من که به زمان ما نرسید ولی اونجوری که تعریف میکنن تو دوران جوانیشون خشونت غیر از اون چی شدیدی داشتن؟ نه بیماری روانی نه. خب وقت مادر همین نظر رو به برادرم تلقین میکردن؟ بله، مثلا برادرم من فقط یه دونه دوست صمیمی داشت و اونم وقت نظر پدر در مورد این حرفا و این گفتگوها و انتظارات چی بود؟ مثلا خب پدرم هیچ وقت نمیگفت چرا تو مثلا همکلاسیت نمیاد خونه پیشه. مثلا هیچ وقت من همکلاسی نداشتم که بیاد خونه به عنوانی به دوست با هم بازی کنیم یا حتی درس بخونیم. اصلا من اصلا با هیچ کدوم در حد مدرسه محدود میشد به مدرسه، یعنی نهایتا شماره تلفن رو رد و بدل کرده بودیم و اشکاله و سوالای درسیم رو تلفنی میپرسیدیم، ولی من هیچ دوستی نداشتم که هیچ وقت خونه ما وارد بشه به صورت طولانی مدت. رشته تحصیل شما در ایران چی بود؟ چی زمینه زیست شناسی بودم، بیولوژی. و بعدم که اومدید دکتراتون هم تو همون زمینه است تموم کردید یا نه؟ دارم تموم میکنم. اوکی. خب حالا بریم هر جور که شما دل ببینید الان پیداست که چه خبر بوده تو خونه. من باید لطفی بلندتر صحبت کنید یه ذره صدا تو ناهز. آقای دکتر سوال من ببین مثلا تو روابطی که من داشتم من معدود پسرایی رو دوست داشتم خیلی زیاد، بقیه رو اصلا دوست نداشتم، یعنی هیچ حسی بهشون نداشتم، ولی اونایی هم که خیلی دوستشون داشتم واقعا میتونم بگم عاشقشون بودم و دوستشون داشتم روابطم باهاشون تموم شده. حالا به خاطر اشتباه بیشتریش یا من بوده حالا یا از طرف ایشون بوده یا اینکه مثلا نخواستن ادامه بدن و اینا. نه بیا راجبه مهم تعصب کنین برای که آخه این شما اینجوری نمیشه فهمید. میشه اون مهمترینش یا طولانی ترینش رو برای من توضیح بدید؟ مهمترین و طولانی ترینش زمانی بود که ایران بودم، دانشجو بودم، یه آقایی بودن که بعد نزدیک 2.5 سال با هم دیگه دوست بودیم. صداتون خیلی آهسته است عزیزم، ما اونجا متأسفانه مشکلی داریم صدای اضافه داریم. طولانی ترینش 2.5 سال بود، 2 سال و 2.5 سال بود که من دانشجو بودم با یه آقایی که اونم دانشجو بود دوست شده بودم، ولی دیگه اون وقتی متوجه شد که من میخوام مهاجرت کنم و اینا رابطه‌مون سر این موضوع، چون اون گفت من اصلا نمیخوام مهاجرت کنم و اینا، تموم شد. خب راجب این رابطه بگید چند روزه نصب کنید با این آقا که 2.5 سال بودید از نظر رفت و آمد، ملاقات، ارتباط فیزیکی، هر چی، و یا اگر شما مثلا در ایران میموندید چه میشد؟ میشه توضیح بدید من ببینم این آقا اصلا هم کلاستون بوده، همسن و سال شما بودن، درسته؟ بله. خب میشه توضیح بدید که چگونه بود این رابطه تو 2-3 دقیقه؟ اونم چون که پدر مادرم مثلا به من میگفتن، مخصوصا پدرم 5 بعد از ظهر به بعد، یعنی ساعت دانشگاه همون داشتن،
مثلا 5 بعد از ظهر مثلا 1 ساعت دیرتر نباید بشه. به خاطر همین ما فقط فرصت داشتیم مسیری که من تا خونه برمیگردم با همدیگه بریم، یا مثلا یه کلاسی تعطیل بشه یه ناهاری با همدیگه بخوریم و رابطه جنسی با همدیگه به هیچ عنوان نداشتیم. و در آخرش هم که شد ایشون به من گفتش که دوستان بهم گفتن که تو باید رابطه جنسی داشته باشی و اینا، و من مطمئنم که تو رابطه جنسی رو قبول نمی‌کنی و به خاطر همین موضوع ما باید از همدیگه جدا بشیم. این آخرین صحبتی بودش که ایشون با من داشت. آخه ایشون که اول گفته بود شما مسئله مهاجرتتون مطرحه، حالا اون که حرفتون رو قرارم بود به هم بخوره، چرا که نه؟ آقای دکتر نه آقای دکتر میدونی من از اولی که باهاش آشنا شدم، چون برای مهاجرت اقدام کرده بودم، اینو میدونست که من میخوام برم، ولی یعنی رابطمون رو با این جمله تموم کردش که اوکی حالا که تو داری میری و تو اصلا رابطه جنسی رو هم نمیخوای و اینا، این رابطه رو سر مسئله جنسی با من تموم کرد. خودم اینجوری فکر میکنم. آخر جمله که اشکالی نداره، اون که خیلی عادیست، اگر ای بسا برای بیشتر دخترای همچین تجربه ای رو دارن. خب حالا بعد این که مورد نه، پس بنابراین شما تونستید 2 سال و نیم با یکی دوست باشید و نزدیک باشید. خب خودتون چه حال و احساسی داشتید؟ ولی احساس بدی داشتم آقای دکتر. در نهایت هم دوستش یعنی به عنوان شریک مثلا طولانی مدت هم اونو دوست نداشتم. نمیدونم چرا، یه حسی همیشه یه حس عشق و نفرتی نسبت بهش داشتم. خب آخه برای که اینها رو دوگانه رو دارید عزیز، برای که شما استراب عصبی و نوراتیک رو ببینید عزیز. شنوندگان خوب عزیز، شنیدن شما 5 دقیقه 7 دقیقه گفتید که عاشق، آیا عاشق ایشون هم بودی؟ نه عاشق ایشون نبودم. نه اصلا از شما خوشتون نمیاد؟ خب به هم خورد که خب یه رابطه بوده 2 سال و نیم، شما اونو داشتید، بعدم به هر حال به دلایلی به هم خورده و رفته. حالا رابطه دیگری که داشتید در اروپا چه بود؟ اینجا بوده، بله، سالی بودش که کرونا، فکر کنم 2 سال و نیم پیش بود کرونا اومد، من تابستونش با این آقای اینجا آشنا شدم. بعد خیلی خیلی بهشون دوستشون داشتم. بعد دیگه رابطمون داشت خوب پیش میرفت که کرونا شد و گفتن که یه محدودیت های قرنطینه گذاشته بودن، گفتن که نمیتونیم همدیگه رو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی برم شما که در اروپا بودی چه نمیتونید همدیگه رو ببینید؟ مگر در اروپا مردم رابطه ها رو قد جان؟ نه آقای دکتر، کامل برای یه مدت چند ماهی شد که یه شهر رو بسته بودن، من نمیتونستم برم شهر اونو ببینم، و اون موقعی هم که اون دیگه اجازه گرفت و تونست نامه بگیره که ما بیاد همدیگر رو ببینیم، من بهش گفتم که من از این بیماری میترسم، یه کم دیگه صبر کن. من خیلی اضطراب اون بیماری رو داشتم، کرونا رو. و بعدش اون به این گفتش که تو خیلی نگران این بیماری از بین نمیره حالا و من نمیتونم اینو تحمل کنم، و یک باره رابطه ما رو تموم کرد و من خیلی از اون خیلی آسیب دیدم. آخه عزیزم، اولا آیا در اروپا به من میخواید بگید یه زمانی بود که هیچ کس نمیتونست بره از خونش بیاد بیرون بره یه کسی رو ببینه یا بره یه شهر دیگه؟ بله آقای دکتر، برای یه مدت کوتاهی قوانین رو گذاشته بودن. کوتاه چقدر مثلا؟ آخه من هم چیز نشایدم که بگن یک شهری رو یا یک کشوری در اروپا اینقدر بسته که خواهر و برادر خونه هم نمیتونن برن، بچه ها نمیتونن خونه پدر مادر برن، یا برعکس، یا مانعی وجود داره؟ آخه در این حد که نبود عزیز. برای خب شما تلفنی میتونستید دائما با هم صحبت کنید تو کنار هم باشید؟ صحبت میکردیم، ولی ایشون گفتش که ما باید حتما همدیگر رو ببینیم. و بعدش هم که نامه گرفت و اینا، من واقعا میترسیدم آقای دکتر، شاید میدونم احمقانه. چی میترسید؟ آخه شما عزیزم اگه قرار باشی آدم تحصیل کرده ای که رشتش گفتید زیست شناسی هرچی، از اینجوری به دنیا نگاه کنی احتمالات رو ندونی. من اشتباه کردم آقای دکتر. اشتباه یعنی چی عزیز؟ من برگردم بگم من فکر کردم که آدم ها 8 مترن؟ اشتباه کردم؟ نمیدونم اسمش، نمیدونم چیه، ولی خب نه اسمش یک استرابیست که وحشتناکی که شما دارید عزیز. الان ببینید حال احوالتون الان چطوره از نظر خوابتون، تغذیتون، ورزشتون، ارتباطاتتون، استراب و نگرانیتون، زمینه افسردگی چی راجع به خودتون میتونید به من بگید؟ استراب و نگرانی رو که نسبت به قبل خیلی بیشتر شده، و اینه که مدام احساسات ناراحتی و غمگینی. لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز. احساس ناراحتی و غمگینی رو دارم، و اینکه استراب و استرس هم
از اون چیزی که قبلا بوده خیلی بیشتر شده. و اینکه دایره دوستی ندارم آقای دکتر، یعنی اون دو تا دوستی هم که داشتم رفتن دیگه، پیشم نیستن، یعنی اونا مهاجرت دوم کردن، باهاشون تلفنی در تماسم، ولی دوستی جدیدی رو نمیتونم با دخترها مخصوصا انجام بدم. و اینکه خیلی باز دو مرتبه لغت رو به کار برید که نمیتونم. خب اصلا نمیتونم این نیست، شما با یه دختر خانمی تو محیط کارتون آشنا بشید، نزدیک بشید، یه بهانه ای پیدا کنید، نظرتون خوب بیاد، حرفی بزنید، بعد بگید میخوای بریم ما هم یه ناهاری بخوریم. چرا نمیتونید؟ این چی میشه؟ نه از من خوششون نمیاد. خب نه یاد چرا؟ شما آخه از که تا همچی تصویر، شما چه عیب و ایراد ظاهری دارید که دیگران از شما خوششون نمیاد؟ ظاهری ندارم آقای دوزه، پس چی؟ شخصیتی دارم. خب ببینید از من که نمیتونم شما رو بفهمم از راه دور، بعدم با صداتونم باز رفت. کاملا پیداست شما غیر واقع بینانه به دنیا نگاه میکنید، زمینه استراب رو و افسردگی رو دارید، استرس رو دارید، نمیدونم وسواسی هستید یا نیستید، در چه زمینه ای، اگر چون علائم رو نشون میدید، چند روز خشمگین و عصبانی، من نمیدونم شما خودتون رو در این چارچوب چگونه توصیف کنید. برای تا به حال چه کار کردید برای این مشکل تو این 5 سالی که تو اروپا بودید؟ برای آشنایی با دختران منظورتونه؟ دوست شدن با دختران؟ آره من الان کاری به پسران ندارم، اصلا زندگی عادی داشتن عزیز. شما که نمیتونید تو اروپا برید سر کار، یا برید دانشگاه، برید سر کار بیاد خونه بگیرید تنها بشینید تا فردا. آخه این که اسمش زندگی نیست، اسمش این مردگی هم نیست. آقای دکتر الان از تابستون با یه آقای آشنا شدم که بیشتر ساعتام اون پر میکنه، ولی خب راجبه این آقا برای من توضیح بدید. من یکمی تلفن رو برقرار کردم، میکروفون خودم رو قطع میکنم چون این صدای اضافه است. به من یه توصیفی درباره ایشون، سنشون، کجایی هستن، چه خبر است بینتون، یه توضیح بدید. بله ایشون 38 سالشونه، درسشون رو تا همون دیپلم و اینا بیشتر، یعنی دانشجوی لیسانس مهندسی بودن ولی رها کردن و ادامه ندادن، کار میکنن. و اینکه فرزند اول یه خانواده که 3 تا فرزندی هن، 2 تا خواهر دیگه داره، بعد ایرانی نیستش، بعد کجایی هست؟ تمایل داره؟ کجایی هست؟ ایرانی نیست آقای دکتر. کجایی هست؟ فرانسوی. آخه تو این همچه آدمی که حتی اروپایی تحصیلاتی نداره به چه درد تو میخوره؟ آقای جوی میگم فقط برای این که تنهایی رو از من میگیره. عزیزم تنهایی چیزی نیست که شما داشته باشی. عزیزم تنهایی چیزی نیست که اون بیاد بگیره برداره بره. من اصلا تعجب میکنم. خب حالا با ایشون چه نوع رابطه؟ آخه عزیز من چرا که ما یه حرفی میزنیم انگار هیچ کس در اون شهر نیست که باید بری سراغ یکی که فقط تنهاییتون ازتون میگیره؟ فایده این رابطه تنهایی چیه؟ خب این که تایید میکنه این که آدم ها هیچ به درد نمیخورن. حالا تازه رفع تنهایی شما رو چجوری میکنه؟ تلفنیه، میاد میبینتون، چه رابطه با هم دارید؟ یه ذره درباره این آقا برای من بگید. مثلا آقای دکتر صبح کاری روزمره کوچیک دیگه، مثلا صبح از خواب بیدارم میکنه، شب بهم شب بخیر میگه، بعد مدام حالمو میپرسه، میگه با هم بریم خرید، بریم مثلا بیرون یه غذایی، حالا با هم میریم بیرون میخوریم. یکی دو بارم خانوادهش رو رفتم خونه خانوادهش، با خانوادهش در ارتباط بودم، با خواهرش و اینا. همین کاری ساده روزمره، خیلی کار خاصی انجام نمیدیم. و این نیاز شماست که حل میشه و ایشون تنهایی شما رو تحمل میکنه؟ نه آقای دکتر، مثلا اون حس اما شاید مثلا از شدت 10 به 8 میرسونه، ولی یعنی من همچنانم با کنارش گریه، کنارش مثلا کنارش اون خیلی خوشحال بوده، تو اوج خوشحالی اون، من یه دفعه گریه هم گرفته و اون اصلا اینو درک نمی کنه. شما مریض، شما کاملا بیماری دست، شما زمینه کاملا معلوم ارثی دارید، سیمپیچی مغزتون به هم ریخته، دختر باهوش و توانایی هستید ولی استراب و افسردگی، یه نوراتیک انگزایتی وحشتناک دارید، یعنی استراب عصبی که برمیگرده به یه نوع احساس درونی شما درباره مهر و کین یا لاف هیت ریلیشن دیگه.
دکتر الان به نظر شما من باید این رابطه رو با ایشون ادامه بدم؟ اصلا نه عزیز من، این رابطه نیست. شما برای چی خودتون رو گول میزنید؟ کسی که پامیشید میرید این ور اون ور حرف میزنید. من نمیگم اصلا ای بی هم داره، ولی آخه اسم این زندگی نیست عزیز. مثل که شما برگردید بگید که من آمدم تو این دنیا تا سن مثلا 34 سالگی یه کتاب دوم ابتدایی رو 8 صفحه رو خوندم، حالا هنوزم بخونم یه دو سه صفحه دیگه یا نه؟ آخه اسم این زندگی شما نمی کنید عزیز. شما غیر از درستون که جدی گرفتید هیچ چیز دیگه تو زندگیتون جدی نیست. شما حتما احتیاج به یه روانشناس و شاید بعدا روانپزشک و دارو دارید. شما کاملا پیداست اضطراب و افسردگی و وسواس رو دارید. الان خوابتون چطوره؟ شبا کی میخوابید؟ کی بیدار میشید؟ خوابم آقای دکتر مثلا 11:00 تا 12:00 صبح میخوابم، تا بستگی داره اگه بخوام کار داشته باشم 7:30 8 صبح خوابم ساعتش خوبه، ولی مدام توی خواب کابوس میبینم، یعنی کابوس های هر شب دارم، مدام همیشه کابوس میبینم مثلا جدیدن. از نظر تغذیتون غذا به اندازه میخورید؟ سالم میخورید یا بله غذا رو مولتی ویتامین و اینا دیگه کنارش میخورم، چون چقدر درگیر ورزش و یا فعالیت های بدنی هستی؟ آقای دکتر خیلی وقتی که ورزش نکردم. نه و فعالیت های فیزیکی. آیا وزنتون اضافه تر از حد معمول کمتری؟ نه چون خیلی زیاد مسیرها رو خیلی پیاده میرم آقای دکتر، اضافه وزن هنوز پیدا نکردم. از نظر ظاهر و زیبایی دیگران شما رو خیلی خوب متوسط، کمتر از متوسط میبینن؟ دیگران نه شما. دیگران میگن خوبی، ولی خودم همیشه خودم رو زشت میبینم آقای دکتر. که خیلی کمک میخواید واقعا. پدر و مادر چه بلایی سر شما آوردن؟ اگر الان برادرتون روی خط بودن و میگفتم نظر تو راجع به خواهرت بگو به من، چی نظرشو در مورد من بگه؟ آره به برادرتون گفتم تو خواهر رو تا حدودی که میشناسی تو 2-3 دقیقه من بگو این دختر خانم کیه چیه، به من چی میگفتم؟ مهم نیست که نظرش درست یا غلط باشه، راست چی به من میگفت؟ تو خواهر من چیه؟ خواهر من تو شوخیاش یا تلفنی که صحبت میکنم شاید میگه تو خیلی مثلا، شاید میگه خیلی خولی، نمیدونم، شاید این جمله بیشتر ازش میشه. خب غیر از خولی دیگه چی؟ نه من میگم خواهر تو برای من توصیف کن به تو چی میگه، کاری ندارم. خواهر چی؟ باهوشه، بیهوشه، کار میکنه، استعداد داره، خیالاتیه، واقعیه، از آدما میترسه، از زندگی نمیترسه، از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، چی به من میگه؟ من خب میگم برادر شما چی میگه راجع به شما؟ شاید مثلا میگه که خیلی حساسی، خیلی زیاد درس میخونی و اینکه زندگی رو راحت نمیگی. شاید بیشتر این جمله که به من گفته اینا بود. آدم میگه راحت بگیر و چقدر سخت میگیری توی آدمی که چی داره مسائل رو سخت میگیری. چه مسائلی رو من بشکم؟ چه مسائلی رو شما سخت میگیری؟ هر چیزی رو آقای دکتر، مثلا هر موضوعی رو که مثلا با ازش میخوام مشورت بگیرم میگه مثلا سخت نگیر، سعی کن عاقلانه رفتار کنی. شما معلومه وسواس، اضطراب و وسواس سنگینه، ولی من نگران چیزهای دیگه هستم عزیز. شما مطمئنی تو خانواده مادری بیماری های روانی خودکشی نبوده؟ خودکشی چرا آقای دکتر؟ پسر کی بوده؟ یکی از اقواممون خودکشی بوده. مگه خبرهایی هست از این؟ شما چند روز به زبان بومی اونجا تسلط دارید که با روانشناس و روانپزشک همون کشور میتونید ارتباط برقرار کنید یا بهتر با ایرانی باشید؟ آقای دکتر یکی دو باری که مراجعه کردم احساس میکردم که منو خیلی درک نمیکنه، یعنی نمیتونم خودم رو خوب بهشون باشون صحبت کنم، درک با مرور زمان اونا رو میگی، ولی با ایران با این خارجی میگی یا حتی راجع به ایرانی هم همینو میگی؟ نه ایرانی ها راحت تر هم آقای دکتر، مثلا با خیلی خب بنابراین این کار بکنید عزیز، یه روانشناس خوب تو ایران خانم پیدا کنید و باش کار بکنید.
برای از پا در میاید. آخه شما دارید خودتون رو هدر میدید. من اصلا باور نمی کنم شما چه برای داری سر خودتون میارید. در دنیای امروز یه دختری با تحصیلات و توانایی های شما به چه مناسبت این؟ لطفا نفستون میپیچه توی تلفن. بله ببخشید. چرا نتونه خودشو درست کنه؟ آخه شما مشکلی ندارید عزیز. درست شدنیه، یعنی کاملا درست شدنیه، کاملا درست شدنیه، برای که آخه چیزی است که گفتن تو چراغا رو روشن کنن. شما اصلا دست از این مسخره بازی ها باید بردارید. شما یه چیزای احساستون یا باورتونه که گفتم باور کنید مال بچه های 5 ساله و 7 ساله یا آدم های بی سوادی که هیچی نمیدونن هم نیست. یعنی اصلا یه دنیایی برای خودتون ساختید و پدر مادر شما شما رو دور کردن از بقیه. شما رفتید دنیای خیال بافی بد و منفی که از اونا گرفتید. یعنی یه جهانی رو برای خودتون درست کردید تیره و تار، پر از ضرر و خطر و درد و رنج، و بنابراین تمام مدت باید مواظب و مراقب باشید و بسیار حساس و شکننده. خب آخه این که و بعد همه اینا رو میشه درست کرد. یعنی اینا چیزایی است که خیلی عادی است. یه چیزی مثل این است که شما یه زبون بلدید، فارسی ها میگن بیاد برید آلمانی یاد بگیرید. مشکل بله، زحمت داره بله، ولی دلیل نداره که نریم و یاد بگیریم. بعدم شما این توانایی های هوشی و علمی رو دارید عزیز. تمام این اون چراغ خاموش کردید. حتی به نظر من اون به جای اینکه کمکتون کنه تبدیل شده به آتش، بقیه هم به آتش کشیدید. آخه هیچی اصلا من اصلا باور نمی کنم عزیز. یعنی شما یه جوری با من صحبت می کنید که مثل اینکه مثلا یه 5 تا 10 تا کارد و چاقو تو بدنتونه، در حالی که اولا نیست و تصور و تخیل شماست. و یه روانشناس خوب خانم حتما میتونه کمکتون کنه. بعد بعدم الان میتونید از طریق تلفن این کارو بکنید با ایران که هزینه زیادی هم نداشته باشه. آقای دکتر، به نظرتون من قبل از اینکه درمان بگیرم یا حین درمانم به این رابطه که الان دارم؟ ابدا این رابطه نیست ازدم. اینا اصلا یه چیزای بی خودی بی معنی. مثل اینکه در دنیای امروز شما بگید من دارم چوب جمع میکنم که اگه لازم شد تو خونم رو آتیش روشن کنم که هم ببینم هم غذام رو اون بپزم. این رابطه نیست که شما با این آدم. شما نه انتخابتون نظر بفهم. حالا الان رفتی سر این موضوع، اصلا چه توضیح حرفی هست که من حالم خوب نیست؟ من رو اصلا ایشون چی میخواد از شما؟ او چرا باید خلوچلی باشه که شما رو بخواد؟ توضیح بدید. شما مسئولیتی در مقابل کسی ندارید. شما بدهکار کسی نیستید. شما حرفتون این است که من حالم بده و دکترم گفته فعلا برای یه مدتی با کسی رابطه ای نداشته باشید. اگه دلتون میخواد داشته باشید داشته باشید، در این حد و ساعتی که برید خرید و برید یه چیزی بخورید تو بیاد، ولی اسم اینو رابطه نگذارید. یعنی اصلا هیچ معنی نداره. گفتم این یعنی اصلا هر یعنی دو تایی میریم هیزم جمع میکنیم تو خیابون انگارید که چوبی از درختی افتاده میاریم خوش میکنیم. یه روزی مثلا برق یا گاز نداشتیم، خب اینو ازش به عنوان آتش استفاده کنیم، توی آپارتمانمون آتیشش بزنیم که گرم بشیم تو سرمایه اروپا. اگه یه چیزهایی میگه عجیب و غریب عزیز. بنابراین لطفا و حتما با یه خانم روانشناس صحبت کنید. حتی اگر دلتون میخواد این صحبت هایی که الان هست امشب هم پخش میشه ضبطش کنید برای او بفرستید که او بدون اصلا شما کجا ایستادید. نه اینکه کمک میکنه در سر این گفتگو، متوجه میشه شما، چون معلوم نیست این کار چگونه آغاز کنید. یا اگرم نکنید باهاش صحبت کنید عزیز. هرچی رو حس میکنید، احساس میکنید، باور دارید، بریزید بیرون. نترسید از اینکه بگید من کیم چیم. هیچ مهم نیست. ما قرار خودمون باشیم عزیز. و درباره پدر و مادر باید مراجعه کنم برای نه اول شما سراغ یه روانشناس برید ببینید ایشون نظرش چیه. ولی حرفایی شما من میزنید شاید آرام بخش بخواید، نمیدونم. برای که من چیزی از شما اونقدر دستگیرم نشد. یعنی یه مخلوط عجیب و غریبی هستید عزیز، پر از تضاد و تناقض. برای که آخه یه سری حرفایی میزنید که یک بچه 10 سال هم نمیزنه. من چیکارتون کنم؟ من نمیدونم با کی طرفم. شما 34 سالتونه، 40 سالتونه، 7 سالتونه، 2 سالتونه، اصلا قابل تشخیص نیست.
همینجوری این وسط ها موندید و واقعا این پدر و مادرها چه میکنن؟ یعنی یه موجود رو میارن به این دنیا باهوش و توانا، و بعدم یه ذره لطفا درباره سابقه خانوادگی تحقیق کنید که افسردگی، اضطراب، وسواس، خودکشی، اینا چه خبر بوده. چون به نظر من تو خانواده مادری شما خبرهای دیگه هم هست. من نگران این مقدار بیماری ها هستم. لطفا اینو جدی بگیرید، لطفا جدی بگیرید. و خوشحال شدم با تون صحبت کردم. همچنین منم خیلی خوشحال شدم آقای دکتر. شاید یکی از بزرگترین چیزهایی که بعد از این 5-6 ساله همیشه صداتون رو با صدای شما این روزا رو من گذروندم. خیلی روزای سخت رو با صدای شما گذروندم. یعنی مدام همه جا صدای شما رو گوش میکنم، چه برنامه هاتون، چه در حال امیدوارم جدی هم بگیری اثرم بکنی. حرفای آخر من هم بگیری بکنی تو. لطفاً لطفاً حتماً. من خیلی دارم آقای دکتر. مرسی. خیلی. مرسی. خیلی. اگر واقعاً محبت و لطفی من داری لطفاً از خود مواظبت کن. فقط از خودت. به هیچ چی دیگه هم فکر نکن. دوستتون دارم آقای دکتر. خیلی. مرسی عزیز. خدا نگهدار. لطف داری عزیز.